به نام خدا، ما داستان کوتاهی از خود میگم که مربوط 2 سال پیش است، از سال 2010، که ما در اون زمان تازه 16 ساله شده بودم و صنف 10 مکتب تمام کرده بودم. نظر به علاقمندی خودم و تشویق فامیلام در یک رادیو به عنوان گوینده انتخاب شدم و در اون رادیو گرفتن وظیفه مشکل بود. میخواستم که با فامیلم کمک کنم، چون در فامیل ما 5 خواهر با پدر و مادر خود هستیم و زندگی میکنیم. یعنی میخواستم با معاشی که از طریق وظیفه خود میگرفتم بتونم مصارف مکتب و کورس خود تامین کنم. من دختر سوم خانواده هستم که 2 خواهر بزرگم در اون زمان صنف 12 مکتب بودند و اونا همچنان درس میخواندند و هم کار میکردند. با وجودی که از طرف فامیل خود آزاد بودم، اما وقتی که از خانه بیرون می شدم از هر طرف گپ‌های بیجا از طرف مردم می شنیدم که او مردم دوستای من، همسنفیان و اطرافیای خودم بودند. اونا می گفتن که در افغانستان با یک دختر جوان که در یک رسانه یا دفتر شخصی کار کنه خوب نیست. چون من کوچک و خرد بودم، این گپ‌ها تا حدی بر من تاثیر گذاشت که من از معرفی شخصیت خود یا نام اصلی خود ترس داشتم. بر علاوه اینا، شخصی در دفتر ما در ماه جون 2011 منحیط مسئول تعیین شد. او وقتی که می دید مده کار خود موفق استم و از طرف دفتر مرکزی حمایت می شم، می خواست مرا تحت تاثیر گپ‌های خود بیاره تا که من با گپ‌های او بر علیه دفتر مرکزی کار کنم. اما وقتی که من همدست او نشدم، او زیاد کوشش کرد با تهمت بستن به ما و امضا کردن اخطارنامه یا ورنگ لیتر تقلبی به ما گفت که دفتر مرکزی فرستاده و خواست که مرا به همکارانم مجرم معرفی کنه. اما خوشبختانه با کمک خداوند بزرگ او موفق نشد. اما بالاخره به حمایت فامیل و به پایان رساندن مکتب و بلند رفتن سطح آگاهیم در رابطه به حقوق زن و مؤثر بودن یک رسانه در جامعه، به خود جرأت دادم و آزادانه اصلیت خود به دیگران معرفی کردم و از خود وظیفه و موقف خود حال دفاع میکنم.